گرم و پر از مهر خدمت همه شما دوستا و عزیزان. عزیزان دل، باز هم با برنامه نوبل استودیو با من نور حیا خدمت شما دوستا حاضر هستم. قسمی که از روند برنامه آگاهی دارین، در هر هفته ما یک چهره شناخته شده را با خود می داشته باشیم و خوشبختانه که این بار در این هفته یک هنرمند سرشناس، یک هنرمندی که همه ما دوستش داریم، هنرمند محبوب خوش‌صدا محلی خان حمید جان امانی را با خود داریم. سلام با شما حمید جان عزیز و خوش آمدین در برنامه. سلام خدمت خودتان و کسایی که ما را بیننده هستند از چینل نوبل. خدا کنه که خوب و خوش و سرحال باشن. قربانتان. اولتر از همه باید بگویم که بسیاری سفرتان کوتاه بود، البته شما بیرون از تورنتو زندگی میکنین و من خیلی زیاد میخواستم و کوشش میکردم که شما را در برنامه خود داشته باشیم و خیلی یک دنیا سپاس از اینکه در این لست منت بر ما وقت گذاشتین. تشکر، ممنون. ما والا زیاد میخواستم همراه خودتان در برنامه باشم و برنامه یکایتان را میبینیم. بسیار مقبول است. کلگی دوست داره خودتانه و سلامت باشید. چینل تیوی تانه یک ذره مشکلات هاست دیگه، کشورهای خارجی است و مصروفیت زیاد است دیگه. میشه که میایم طرف تورنتو، زیاد دوستا خواهش میکنند که یعنی یک شب دیگه هم باش پیش ما که ما ببینیم و بشینیم قصه کنیم و گپ بزنیم دیگه. نیم کوشش میکنم. زنده باشین. خوشحال هستم بالاخره بر ما وقت گذاشتین. قربانتان. همه دوستتان دارم میفهمم. نام خدا یک میان دیگه یک ذره مشکل می باشه شما رو پیدا کنیم. چقدر دیر میشه؟ چی مدت میشه که شما در کانادا زندگی میگرین؟ ما تقریبا سال 2015 آمدم. آخرای 2015 که در نوامبر 14 آمدم. نه دیگه در بین 16 و 15 نمیسالم. بسیار کم نما هستین شما. به خاطر من فکر میکردم تا بسیار دیر، من خبر نداشتم شما در کانادا هستین. به همون دلیل از شما پرسیدم که بسیار زیاد یعنی کنسرت نمیگذارین مثل بعضی هنرمندای دیگه. اکثرا بسیار در محافل البته شما را میبینم، بعضی اوقات یکان ویدیوها چیزا را میبینم، مگر دیگه ای تقریبا یک گله هم است که از شما دارم که قدر ماشاءالله شما علاقه من زیاد دارین. همه ما دوستتان داریم، صدایتان، آهنگهای خیلی زیبایتان. یک گله دارین دیگه که چرا شما کنسرت نمیگذارین؟ ما والا علت دوریش ایست که همی خودم کانادا ما چون که خودتان دو برخوردین یا نه، یک جایی که یک دفعه دمی دفعه اول که میمونی بله، اونموی تو فکر کن که تو از مادر مثل که با دنیا آمده باشی و قدر برات اونمو منطقه و اونمو جای شیرین تر میشه و بلد میشی در آب روی طرف و طرفش دیگه. من که اونجا آمدم همون جا ماندم. زیاد دوستا میخواستن که من تورنتو بیم به خاطر که مارکت موسیقی و گپ سخن و بزنس بر موسیقی اینجا خوبتر است. بله، به مراتب افغان ها زیاد هستن و کمیونیتی های فریمان هستن، ولی به خاطر از اینکه من اونجا را برای خود اختیار کردم که میگه یک مطل است میگه بهشتان جاییست که آزاری نباشه، کسی را با بله. کسی کاری نباشه. بله دیگه اونو موجه گوشه نشین هستیم، دم گوشه خودا گرفتیم. خواهش دوستان نمیتیم آتارتان دوستان میخواین دوستان میخواین باز میایم به خدمت دوستان میایم قدم ها سر چشم هر وقتی که بین خواسته باشن میتونم آمده میایم میبینم شان. و ای که قبلا شما یادآور شدین که هنرمندا اکثرا وقتی که آدم میپرسه اکثریت میگن که ما از سن بسیار کم، و واقعا من خودم با همین سوال بارها برخوردیم که وقتی میپرسم بعضی اوقات میگن بله بسیار کسا، مگر یک چیز دیگه هم است که چی که در پاپ سنگر باشه یا مثلا هنرمندی که پاپ بخوانن یا محلی خان باشن یا هرچی، فرق نمی کنه خود آدم در مورد خود چی میگه وقتی یک باری که کسی مشنوه تا قضاوت به دست دوستا و شنوانده ها می باشه. و از شما وقتی که مشنویم آهنگایی تنه مشنویم و میفهمیم امو آدم درک میکنه که واقعا زیاد کار کردین و همین معلومات درست می باشه. درست نوریا جان که آدم نمیتونه که خود پرومو کنه. بله بر مردم جلوه بده که ما والا چه رقم میخوانم و چه رقم خواندم و ایره میمانیم که مردم چی میگه، کسی که مشنوده چی میگه. بله آوازخانایی که
آواز خواندن از 10 سال زیادتر یا 15 سال یا 20 سال که در یک رشته می باشن، حتما اونا یک ذره فامشان زیادتر می باشن نسبت به کسی که نو شروع میکنه و نو میخوانه و یکی دو سه آهنگ میره کلب میکنه و میخوانه و فرق زیادتر است نه بین یک استاد و شاگرد و در کار در کمال که باشی زیادتر است. دیگه محلی خان زیاد به نظر ما بسیار کسال واقعا ماشاءالله زیاد شدن، خود جنرالی هنرمند و مخصوصا محلی خانایی که میگن به حساب، مگر بعضی هاشون اکادم مشنوه، بعضی هاشون واقعا محلی خانای خیلی خوب هستن و بعضی هاشون اکادم مشنوه، نمیفهم که یا شاید ما باشم یا شاید اما قسمی عموما به همه معلوم باشه که یک قسم عام میباشه مثل هر آهنگ دیگه، اوقدر محلی شیرنی که واقعا در محلی خانای واقعی میباشن در او شیرنی ری آدم احساس نمیکنه. چی دلیل است؟ گفتم موسیقی کسی نمی رقم چند کلاس است، هر کس چند مکتب است، یک یک مکتب پیش میبره، یک یک مکتب پیش میبره. این حال موسیقی مالی هم کس موسیقی معلمی هم یک چیزی است که یک مکتب جداگانه است. ما نمیتونیم که یک تبل نواز در پولی خود بانیم و یک هرمونه را زیر دست خود بگیریم بگوییم ما مالی میخوانم. موسیقی مالی است. نه با او با تبل و هرمونه مالی نمیشه. تو باید آوازخوان مالی باشی، تو باید اونمو رشتت باشه، دمو کار کرده باشی، دمو زحمت کشیده باشی، اما استاد تا مت یک کس باشه که اونمو مکتب او هم پیش برده باشه. دیگه فعلا به نظر ما که بازار محلی خوب شه از بازار واقعا واقعا هر کس آهنگای محلی را میخواد. بله بله. و یک چیز دیگه ای است که من فکر میکنم کسی که قبل از اینکه در محلی خانی رو بیارن به حساب شاید احساس کنن که کار نسبتا ساده تر است و یعنی مثلا آهنگایی که تکراری بازخانی باشه چیزی، مگر وقتی که آغاز میکنن اگر کسی واقعی بخواه که محلی بخوانن خیلی کار مشکل است، چون در استیدیو مثلا ما که ریکارد میکنیم بار بار ریکارد میشه، وقتی در محلی اونا کسایی که مثل که شما یک چند اجرا داشتین که در فکر کنم دیشب بود یکی از دوستا پست کرده بودن که چقدر صدایتان ماشاءالله برجسته و همه قسم موسیقی و همه چیز فالو میکرد، اونا بسیار فرقش آدم احساس میکنه. تشکر، ممنون. همون گپ خودتان است، موسیقی مالی هم کس آسان نیست کس بخونه، باز در قدم اول آواز رسایی که در موسیقی مالی آوازخانه های مالی دارن دیگه، آوازخانه یک ذره اما چلت موسیقی مالی کس یک خاصیت دیگه داره، یک مزه و رنگ دیگه داره و کسایی که غزل میخونه همون مالی خانه غزل خانه را میشنوند، کیف میکنن، آرام میکنن خودشان همراه از او غزل از اونا و همون رقم پاپ کس آهنگای پاپ هم میشنوی چقدر کیف میکنی نه؟ بله بله. اما هر کس هم کار خود پیش ببره به نظر من مزدار تر هست. بله بله. بیشتر معلوم میشه برشان اما کار به اهل کار سپرده شد اهل کارشان، اگر که مالی میخوانه یا موتور میخوانه یا که هر چیز میخوانه اما کوشش کنه که خود پیدا کنه. خود پیدا کنی انشالله که مردم هم میتونی که مثلا آهنگای رپ بخوای، اصلا کلمه در آهنگای رپ باز نشده خوش دارم بشنم، مگر هیچ وقت تا من اگر ترای میکنم هیچ هیچ نمیشه، هیچ بوسو نمیره دوست اصلا. خب آهنگای تازه کدام کار تازه سر دست دارین یا خیر؟ ما خب بسیار زیاد دیر شد که منتظر استیم، منتظر آهنگای جدید شما. کارای نو خواه فعلا نظمی وقتی که شرایط افغانستان یک ذره زیق شد و موزیک ارنجمنت های کنجا بودن، شاعرها و گپ سخن ها و هر کدامشان هر طرف افتیدن و بله هنرمند هایی که کار میکردن اونجا استودو ها بود به نام چند استودو هایی که اونجا خودتان آشنایت دارین. بله بله. حالا فعلا اونا فال نیست که ما بتانیم آهنگ بکشیم و تا که طرف های اگان کسا را پیدا میکنیم یک ذره وقت هم میگیره. برای خودت معلوم است که در تو کشورها سخت است یک آهنگ تقریبا بین یک ساله میگیره که تو آوره تو. بله بله. موزیکش ارنجمنت میشه، بعد از او باز کلپ از او میشه، بعد از او دنشر میره و این یا یک ذره وقت زمانگیر است. بسیار زیاد زمانگیر است. اگر تو بخوای یک چیز خوبش در بازار بکشی وقت هم میگیره، زمان هم میگیره. خب انشالله داریم یکان چیزا که داریم میشه انشالله آهنگ های تازه داریم. آه یکان چیزا خب ما دوسته خیلی امیدوار باشیم.
خب ما شنیده بودم که شما قبل از هنر آوازخوانی رباب هم می نواختین. چه یک آلی شیرین است؟ رباب خوب چیز است. بله بله. آلی هم می نوازین رباب یا خیلی؟ ما یک وقت شوق آوازخوانی داشتم. از اول می خواستم که آوازخوان چم. باز پدر جانم می گفت که نه خیلی آواز نخوان، اگر که خوش داری رباب بنواز. رباب خوب چیز است. بله. خودشان آوازخوان بودن. خواه. من میگفت که خودت رباب بنواز. باز ما پیش یک استاد خدا بیامرزادشان آله استاد ما فوت شدن. به نام افغان نامش بود. افغان شریفی. اونا دمو زمانی که جنگ و دعوا بود، دمو زمانهای اول ایران مهاجر شدیم. در ایران بودیم. باز من پیش از اونا رباب کار میکردم. پیش از اونا رباب کار میکردم. تقریبا زیاد وقت رباب نواختم. باز شوق آوازخوانی زیاد بود دیگه. شوق آوازخوانی زیاد بود. وقتی که آواز خواندم باز اما پدرم هم که آوازخوان بود مرا تایید کرد. گفت نه میتونی بخوانی، آواز از خوبش از باید بخوانی. گفتم خیلی که میتونم بخوانم، خیلی چرا منم میگی رباب بزن رباب بخوانم. نه مگر بسیار زد واقعا ما ربابم زیاد زیاد رباب خوب چیز هست. اصیل افغانی هست. رباب ساخت افغانستان است. به نظر ما که از افغانستان است. مردم افغانستان می نوازه. بله بله. و شما بسیار همور هم به شکل رسمی یعنی مسلکی آموختین. من گفتم شاگردی کردیم. در رباب شاگردی کردیم. خب من تا یک چیزی است که هر آله را که هر چقدر که مشق کنی و تمرین کنی خوبتر میشه. بله بله. و هر چقدر که از او دور افتاده باشی کمتر میشه. باز به سلسله مراتب یادت میره و فراموش میکنی دیگه. چند آله موسیقی را مینوازین؟ آله موسیقی را خود پرفکت نواختنش بسیار سخت است که کسی او را تا آخر بتانم بنوازه و بسیار سخت است. اما یگان کار خود پیش برده میتانم یگان هرمونی هم مینوازم و کیبورد مینوازم و هرمونیه را خوب شنیدیم. شما بسیار زیاد خوب منواز نمیشه. گپ خودتان رباب مینوازم. اما اندازه خودم. چی فکر میکنین؟ یک چیز را که ما متوجه شدیم در حساب مثالش بعضی کسایی که طبل نواز بودن وقتی که در هنر موسیقی رو آوردن بسیار زیاد به خوبی همو تال و بیت و همو تمام چیزایش خیلی زیاد به خوبی تانستن که اجرا کنن، بسیار کمک میشه. و در عین حال کسی که مثلا مینوازن هارمونیه می نوازن مثالش، چی فکر میکنین؟ یک چیز است که کمک دیسترکت نمیکنن فکرتانه که نصفش طرف موسیقی باشه و نصفش طرف آهنگ. نوریا جان یک چیز دیگه است که برعکس گپ از باز. کسی که سر دست است بله بله او سر میخوانم به خاطر که سر زیر دست خودش است. بله بله. اگر کو بی سر بخونه اونجا معلوم میشه که تمو آوازش کنک درمونه نیست، در سر نیست. و از تیمپو یاد کردین از تبله که آوازخوانایی که تبله را یاد دارن لیشان خوبشتر است نسبت به کسایی که ضربه یاد ندارن و صرف آوازخوانی میکنن. آوازخوانای افغانستان زیادشان که میخوندن تبله را یاد داشتن. اول تبله مینواختن. خب میگه یک مطلب است که بی سر باشی و بی لی نی. اگه بسر باشی یک چیز میشه، ولی که از لی جدا باشی و پس پیش اونو سخت است که کوشش کن آدم ضرب خوب از آدم اول ضرب یاد بگیره. بله بله. میتونه باز که من همین چیز فکر میکردم که یعنی مطمئن نمی بودم که شاید بعض کسا بگفتم شاید اگر وقتی که یک چیز را هم می نوازن یک آله موسیقی را هم می خوانه یا شاید هم همی کمک کنم رایش مثل یک تعداد یک چیز می باشه که روی یک نقشه پیش میرن وقتی بله. که می خوانن. درست؟ دقیقا. خب از آهنگ های تان یاد شد و ما بی صبرانه منتظر هستم که یک زمزمه اگر امکاناتش باشه از شما بشنویم. چرا نه، زمزمه براتان میکنم. آهنگ های مقبول ثبت کردیم. حتما. من کم کم شد دوستا دیدم یکان سنپ که دیشب گذاشته بودن دوستا. من خب بی صبرانه منتظر هستم واقعا. تا عشق دوچارم شد
این چار با من بخشی دیوانگی و مستی بدنامی و رسوایی ها لیلی لیلی لالای سارا ها لیلی لیلی شم مفیلا ها لیلی لیلی لالای سارا ها لیلی لیلی شم مفیلا روز لیلی در بر مجنون هایت در عاشقی صبر و تحمل باید روز لیلی در بر مجنون هایت در عاشقی صبر و تحمل باید تو به ما هر کجا پا می گذاری ای نگار من غمت را بر من جا می گذاری ای نگار من مبادا نالم از دست تو ای شوخ ای نگار من مرا بری چی تنها می گذاری ای نگار من ها لیلی لیلی لالای سرا ها لیلی لیلی شم مفیلا روز لیلی در بر مجنون هایت در عاشقی صبر و تحمل باید روز لیلی در بر مجنون هایت هایت در عاشقی صبر و تحمل باید او مای گاد البته زیاد ببخشین که آوازای یک ذره خسته مونده نام خدا دیشب هم شما محفل داشتین و چند روز پشت پشت مگر چقدر خوش آیم دوستا باور کنین یعنی از طریق تلویزیون هم که آدم میشنوه از طریق کمپیوتر نمیفهمم چیزا خوش آیم میباشه مگر این قسم که لایف آدم میباشه که میشنوه ماشاءالله ماشاءالله چی صدای خودتان خودتان نام خدا بسیار مقبول میخوانین من کارهایتان رو میبینم من بسیار مقبول میخوانین زنده باشین قربانتان تشکر تشکر بسیار زیاد خب واقعا دوستای عزیز من خیلی زیاد لذت بردم از زمزمه خیلی خیلی زیبایشان ماشاءالله صدای شما خیلی عالی است و البته انشاءالله که در آینده بیشتر بشنوم در لایف اجرایتان باشم و یک سوال دیگه که میشه در از اکثریت هنرمندان میپرسم از شما خب چالش یا مشکلات در دنیای هنر موسیقی یا در میدیای ما افغان ها زیاد است مگر یکی از چالش یا مشکلات که شما سر رایتان یعنی روبرو شدن همراهش چی بوده؟ یگانه چیزی است که نه خود خوبتر باشه به خاطر که بعضی کسا هستن فعلا در بازار امروزی که برشان اپلای میکنی که برای ما خواندن بده و چقدر وقت میگیره شاعرها را برات میگم کسایی که بله بله موزیک جور میکنن همه آهنگساز هستن آهنگ جور میکنن کمپوز جور میکنن که از اونا صحبت میکنی و یک مدت زیاد از خودت میخواین که برات خواندن جور میکنن و شعر و کمپوز باز از تو چارج میگیرن پیسه برشان میتی و خوش میسازیدشان مقداری را کنها میخواین که تشان دیل میکنی بعد از او باز یک مدت وقت که تیر میشه میبینی که آهنگ یک نفر از اگام او را میخوانه اینه که از خودت کاپی کده باشه خوانده باشه به خاطر که آهنگ به نام توست تو خواندی را بله. میبینی که باز از امون سرمون میشه جای از امون جایی که خودت امون را تهیه کدی از اون موجه بوش مبرایه که از اینجا برآمده و برادر خوانده بله 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 واقعا یعنی چیزایی است که آدم آزار اذیت میکنه فعلا میبینیم در بازارا دیگه کوشش کنه کسایی که آهنگ برای کس میتن یا شیر میتن یا کمپوز میتن صرف برای خود از امون نفر بتن با اونه که امون نفر بخوانه و آهنگ هم به نام خود از اونا شوه
همون حقشان می باشه چون واقعا پولم پی می کنن و و در پهلویش یک چیز دیگه واقعا اینه که خامی بسیار یک مشکل بزرگ است و مشابه از یک چیز دیگه که ما دیدیم در میدیا که مثلا بعضی اوقات وقتی یک شعر یا یک کمپوزر از کس میگیری به نام خودشان می باشه و بعدا و از یک کس دیگه میبره و در بین اکثر نام هنرمند متاسفانه بعد میشه چون چهره هنرمند در می باشه باز یک چیزی است که باید یعنی هنرمند هم رایز مشکلات دیگه دست پنجه نرم کنه همو گپ از گفتم ولی کوشش کنه تقصیر هنرمندان نیست تقصیر آوازخوانان نیست بیچاره کلشان یک مدت زیاد از پیششان میخواین که تا او انگا برشان جور میشه و او انگا رو البته برشان خریداری میشه و بله مارکت بله. از بازار است و بزنس است اونا رو کار میکنن اگه شاعر است و اگه کمپوزیتور است اونا هم زحمت میکشن حقش است که باید حق زمه خود بگیرن ولی مشکل گپ در کجاست که کوشش کنن که به یک نفر باشه موهنگ به نام یک نفر شوه خوبتر است باید هم واقعا حق شما قسم می باشن چون در هیچ بزنس نمیشه آدم بالای دو مشتری مختلف یک مال سودا کنه باید اون شکل عامیانه خوب امانی عزیز بسیار زیاد واقعا جای افتخار بود بر ما که امروز شما بر ما وقت گذاشتین در این سفر خیلی کوتاهی که داشتین سوالات زیاد دارم هنوز هم از شما و بیشتر میخواییم که انشالله در آینده بیشتر از شما بشنوم و میخواییم که یک آهنگ شما را بشنویم در آخر برنامه و از حضور دوستان مرخص میشم و باز هم یک دنیا سپاس از اینکه بر ما وقت گذاشتین و اگر کدام پیامی اگر داشته باشین بر دوستا داره خوشحال باشین، شاد باشین، هر جای که افغان است کامیاب باشه، همیشه سربلند باشه، سپورت میکنن دیگه میاییم انشاءالله باز دیگه وقت هم امرایتان برنامه جرام میکنیم قدم حسر چشم همیشه شما دعوت کردین، همیشه خدمت کردین برای هنرمندا نگه کدام پیام دیگه ندارم، صرف آبادی افغانستان خوش خورم باشین انشالله خوب دوستای عزیز میریم یک آهنگ از حامد جان امانی رو با هم میشنویم و تماشا میکنیم و بعدا از حضور شما دوستا مرخص میشم تا برنامه بعدی شبی در کویان جانا نبودم با یاد روی گل دیوانا بودم اگر مستی کنم عیبم نگویه که شب تا سار در میخانه بودم و شمالی کلی گندم بکارم در کانادا شوار روز دارم از خاطر گل روی بلال جان تمام عاشقارا دوست دارم
دلم دیوانه بود دیوانه تر شد فلک در دلدنه باری هنر شد پس که گریه کرد دم کارو گشتن گرهی با نم زیابه دیده در شد از ایجا تا شمالی کار دارم با کدام من یکی دلدار دارم خدایا چاره کاری مرا کن با دل هر مانا بسیار دارم نامون با نامت نامون با نامت به چوشم شربت نوک زبانت ای چادر الوان ای چادر الوان بکنم خال پیشانی بدندم